یکی از بحث‌های داغ در تالار عمومی مجلس نمایندگان بحث درباره بودجه 1400 است. بودجه د مالی او بودجه په کمیسیون کې د اصلاحات په مخه ځندیږي که د معاملو په مخه. اگر احیانا ما بودجه را مطابق میل حکومت اگر ساختیم، شما بگین که معامله کردن، یا این که از طاقت و توان حکومت هم ما بالاتر توقع داشتیم، در او صورت هم شما حق دارین گپای با آدرس ما بگوین. در این زمینه اصلا قهرمان سازی وجود ندارد. ازدیاد ماش معلمین و اکثریت خاموش آرزوی همه ماست. اما در کمیسیون مالی و بودجه، اعضای کمیسیون و وزارت مالی پس از بحث‌ها با یکی از اختلاف‌های بنیادی در سند بودجه که افزایش تنخواه‌های کارمندان خدمات ملکی است، به توافق رسیدند. خبر خوش، افزایش معاش معلم عجیب و خدمات ملکی هم معمولین پایین رتبه. مقامات بلند رتبه هم کم میکنیم. از اونجا که کم شد معاشاتشان، صرفه‌جویی که میشه او را سر معلمین و مامورین پایین رتبه مصرف میکنیم. بر بنیاد توافق کمیسیون با وزارت مالیه، 2000 افغانی از سال مالی 1400 برای هر کارمند خدمات ملکی افزود می شود. تا مکانیزم از تنظیم شود یک چند ماه را در برخواد گرفت، اما مجرای معاشات از شروع ماه حمل خواد شد. قرار است روزهای شنبه و یک شنبه هفته آینده کمیسیون مالی و بودجه و مسئولان وزارت مالیه روی موارد اختلافی باقی مانده بحثا ریزنی نمایند. موارد قرضه و پروژه های سال های 99 یا اداراتی که از پارلمان رای ناورده هنوز و یا اداراتی که نو ایجاد شده، این ادارات هنوز جز بحث است و سر از او کنان توافق صورت نگرفته. اصل خط قرمزشان همین مسئله معاشات بود. امیدوار استم که در اوایل هفته بعدی در بودجه گنجانده شود و به مجلس عمومی فرستاده شود. مجلس نمایندگان تا کنون دوبار سند بودجه سال مالی 1400 را رد کرده است و مسوده سوم را زیر کار دارد.